خوب مهربان یاران میبینید که مهر یاران همیشه با ایران یاران هست حالا این نور عزیز هست که همچنان که میبینید نوشته شده چکمه های رزاشا رو پاش کرده به خاطر اینه که ایشون میاد توی میدون دیگه توی میدون اومدنش البته با همین مصاحبه هایی هست که میکنه و حضور فعال خودش من اینجا یک توضیح رو حتما بایستی بدم این توضیح خیلی مهمه هرچند از 16 سال پیش یعنی دو سال پس از جانفشانی لیلای عزیز من اعلام کردم که نور شهریار ایران آریایی ایران مردمی و و و ولی یادتون نره یک سری عناصری که مشکوک که نه واقعا بیمار و وابسته به بیگانه هستن اینها همیشه میان پروژه و طرحهایی که ما ارائه میکنیم رو رنگش رو عوض میکنن چهرهش رو وارونه میکنن و به گونه همون رو سلاح میکنن اسلحه میکنن برای زدن ماها و این شهریاری آریایی ایرانی و همین خاطر من اینجا امروز این توضیح رو به شما بدم چون شنیدم بعض به تکاپو افتادن بعد این که دیدن ده ها هزار نفر از این پروژه تا این 16 سال حمایت کردن و پشتیبانی کردن میخوان بعضی این قضیه رو علم کنن در برابر پدر ایشون شاهزاده رضا پهلوی به هیچ عنوان چنین چیزی نیست وقتی که چنین طرح و پروژه اعلام شد و داده شد همیشه هم چون شاهزاده رضا پهلوی خودش در میدان هست داره مبارزه میکنه ولی همیشه هم ایشون دیگه ولیعهد نیست رضا پهلوی که دیگه ولیعهد نیست الان فعالی است که سیاسی در میدان داره مبارزه میکنه ایشون باید جانشین داشته باشه جانشینش هم این باره دموکراتیک وار خودش نیومده اول اصلا بگین دختر منه ما گفتیم ملت ایران گفت نسل نوین ملت ایران و نسل گذشته اونهایی که خردمند هستن اهورایی هستن و به ایران بزرگ می اندیشن اونها مطرح کرد و اونها پذیرفتن یعنی این که نور عزیزم که یک سمبل و نشانه از دخت آریاییست مدرنه نور مدرنه ارتجاعی نیست با مذهب بیگانه تازی و اندیشه های صحراگردی آشنایی داره ولی مرید نیست همچنان که لیلا نبود و همچنان که علیرضا پهلوی نبود الان دوران دوران, دوران دیگری است فراتر از آن چیزی که گذاشته بوده و همین دلیل ایشون هست بیاره میکنه فعلا پدرش رو و پدرش هم سر جای خودش هست جایگاه خودش رو داره آن حرامزاده های تازی و نیرنگ بازی که میخوان از این گزینش سو استفاده بکنن برای زدن رضا پهلوی بدونن که مخططاتشون به قول عرب ها چون اینا عرب هستن برباد هست از پیام مهمی که امروز سیاه شوستا میده شاهزاده رضا پهلوی داره تلاش میکنه خیلی هم خوب مبارزه میکنه تا حالا خودش نفروخته تا حالا برای همین بوده باز بعدا بهتون توضیح برای همینم هم بوده که چون داره محتاط عمل میکنه که در دام بیگانه نیفته بله هر از چند دست یک بار نوکر رو خودش هم عوض کرده آخه نوکر وقتی میاد وقتی کسی میاد منشی کارمنده فران سخنگو که نمیشه نمیره ساخت پاخت بکنه که با این وقت با میخواد ایشون عوض کرده این یکی از نکات مثبتشه که بهش دقت نکردیم حالا چه بهتر که دستیارش گویندهش اصلا سخنگوش دخترش باشه نور پهلوی نور عزیزم که باعث افتخار و نره ما افتخار میکنیم به اینکه ایشون کنه در سطح جهانی شناخته شده است این مد بودن ایشون یه ای افتخار بعضی همه اینا رو بد میدونن و چه و چه نه این افتخار نور نور افتخار کن بیغازه همچون که لیلا پهلوی برای والنتینو کار میکرد مد مد بود ولی هیچ کسی نمیگفت خیلی ها. سوی وای وای وای, وای. لیلا قهر کرده بودن باش حرف نمی زدن باش اذیتش میکردن حالا اونا رو بعدا میخوام بگم اینجا نمیگم ولی برای همینه که نور پهلوی با جهان نو داره پیش میره و ایران نو و نوین نیازمند یک شهریار است که سمبولیک شا... پادشاهی سمبولیک هست پادشاه فرمانده نیست رهبر نیست مثل علی خامنی که بیاد بگه ولایت مطلقه فقی سمبولیکه نشانه نشانه وحدت و همبستگی و یک پارچگی تمامی تبارها و اقوام و تیره های آریا ایرانی است و همین دلیل چه کسی بهتر از نور پهلوی و این بار برای نخستین بار چون جهان جهان مدرن است پیش از اینکه پدرش اون رو به عنوان جانشین خودش انتخاب بکنه شما مردم ایران این کار کردید شما برگزیدید از 16 سال پیش که این رو ما اعلام کردیم تا به امروز شما هزاران هزار بیشماران هستین که از این پروژه پشتیبانی کردید و دارید میکنید و من چون شنیدم اخیرا هایی در کار هست که برای زدن رضا پهلوی میخوان این مسئله رو علم کنن مطرح کردم که چگونه است یعنی چگونگی امر رو با آگاهی شما رسوندم که قضیه قدمت 16 ساله داره و اونهایی که میخوان از این استفاده کنن برای زدن رضا پهلوی این آرزو و چیز رو به خواب ببرن به گورم شاید ببرن اینه که رضا پهلوی در میدان هست خیلی هم خوب داره مبارزه میکنه اما نور پهلوی به عنوان شهریار ایران آزاد و آریایی و همتا با جهانی که داره پیش میره هر روز و داده ها یه چیز دیگه است بچه های ما الان یه چیزایی میدونن که ما اصلا ذهنیتمون نمیدونه هنوز اینا رو بپذیره و همین دلیل با ما باشید مهربانیاران و نکته بسیار مهم دیگه که میخوام بهتون بگم مربوط میشه به شخص شهبانو فرای پهلوی عزیزم شهبانو فرای پهلوی یادتون یه زن مهربان یک زن عاشق ایران یه کسی که از همون اول به هر چی داشته افتخار کرده کتابیشون بخونین کهندیارا رو ببینید در این کتاب به فقر خانوادگیش افتخار میکنه مینویسه که من با رضا قطبی پسر دین روی یه دو شک میخوابیده افتخار میکنه آدم مهربونیه حتی اونه که میگن ایشون چپ بوده چپ بودن چپ بودن همیشه یعنی هوادار توهی بودن وقتی که ملکه شده شما ببینید وقتی که شهوانو شده رفته پیش جزامی ها یتیم خونه بعد رضا فرزندش رفته ده ده تو محله های پایین شهر بیمارستان مردمی به دنیا آورده الان من اینجا تو پاریس شاهدم که این عراضه رو جمهوری اسلامی صدها هزار دلار خرج میکنن میان اینجا که یک بچه اینجا بذارد بچه شون بخیل با افتخار اونجا زایده و همیشه هم دستش بخششش بوده و همه بخشیده بخشیده یه دیگه بهتون بگم الان که پی زنگ میزنن تماس میگن میخوان پولی کمکی بگیرن الان چون دیگه کمکی حق داره نکنه چون وزی مالیش که اون موقع مملکت ایران و الان آدم یه چیزی هم که داره میگه آقا چیز تموم میشه برام خیلی به مزه آقا حال بوز اول بوز بعد بعدا اصلش هدف مالیه اینا الان بگو بذارید کنار یاران عزیز چون ببینید آدم تو این مقطعی ای که داره میده خود من یک نمونه به شما بگم این تقویمای سالنامه 7000 سال آریه میتوره همین سالنامه اینها رو ما سابق صاحب که کتابای ما خیلی خوب فروش میرفت کتابای من یک از پر فروش ترین کتابا بود خیلی خوب پول میساختم از کتابا می اینا رو 50 60 هزار تا چاپ میکردیم مجانی به همه میدادیم ولی الان اگه کسی بخواد اینو داشته باشه باید حتما به روی سایت سفارش میده پولش بده تا برش بفرستیم پنجه رو نداریم هزینه نداریم نمیتونیم بکنیم مثل قبل الان هم فکر نکنی که اگر بخواد بهش تلفن بکنه ازش پول طلب بکنی آقا من بدی داره من چهار بچه دارم بچه من اون داره این بیماری داره ا... یکی الان کشور نیست دولت نیست این که بتونه این رو بکنه برای همینی که الان بعضی آخه به من میگن وقتی منو میبینن مواردی که همرو میگن من اینجا علنا میگم آه آه سیاه فلانی فلان حرف زد فلانی به شهبانو چه ربطی داره فلانی به رضا شاه چه ربطی داره یه کسی که منشیه نوکر راننده است کلفت تو خونه اینا چه ربطی به سابخونه داره اینا که سخنگو نمیشن که بخوام بیان حرف بزنن اکثر اینا مسلمون و خداپرست و خداشناس و همون خرافات اینا تو کلاش اینا ربطی به کارفرما ندارن تقصیر شماست که هر کسی رو که میبینید یا عکسی حتی میندازه با ایشون یا کسی دیگه فکر می‌کنید کسیه اشتباه تویه اینا خودشونن بارها رضا پهلوی اعلام کرد آقا این تلفن من این فاکس من این اینستاگرام من شما این تو اینستاگرامش ببینید تا یه چیزی بهتون جواب میده می به جواب میده. جام جنوبی بهتون حرف میزنه شما چیکار دارین که به یک راننده یا کلفت یا نوکر یا یا تلفن جواب ده یا یک کسی بیاد بگه آقا برای من شعبان کارت فرستاده کارت آقا یه دفتری داره شما هزاران هزار که برایشون کارت میفرستین پیام میفرستین پیام. اون دفتر اتوماتیک از هر کی میاد نگاه به اسمش نمیکنن این ادب تاریخی است ادب انسانی است نگاه نمیکنه که, که کارت تبریک جواب میفرسته بعضی دیدن با همین کارتایی که از شعبانو دریافت کردن داره یه رو کاسبی میکنه دو با میکنه آقا شعبانو برای من اوه برای هزاران نفر در سال میفرسته ادبشه تربیتشه شما نامه میمیسی فدایت شوم نامه میمیسی تبریک میگی تولد و تبریک میگی عید و اونام به پاسخ میدم اینها نکاتی است که بایستی مد نظر یاران باشه با